خب عرض سلام دارم خدمت شما دوستان و علاقمندان عزیز یک معرفی کتاب براتون در نظر گرفتم مدتی بحث ما در مورد معرفی کتاب به تأخیر افتاد به تعویق افتاد امیدوارم طی هفته های آینده بتونم چند کتاب جالب جذاب و آموزنده رو خدمتون معرفی کنم و در واقع داستان معرفی های کتابمون رو دنبال بکنیم کتابی که برای شما برای این هفته در نظر گرفتم قبلا در واقع آگهی اون رو در اینستاگرام اعلام کردم کتابی است به نام اولترا Society How 10000 years of war made humans the greatest cooperators on earth چگونه ده هزار سال جنگ انسان ها را بهترین هماهنگ هم کننده یا همکاری کننده در زمین قرار داده است این کتاب نوشته پیتر تورچین هست و سال 2016 در واقع چاپ شده نسبتا جدیده کتاب جالبی است و به این دلیل این کتاب رو انتخاب کردم که به نظر می اومد یک مرور اجمالی و بسیار سریع به چند مبحث عمده بشری داره که حالا همینطور که بریم جلوتر در مورد اون برای شما توضیح خواهم داد خب پیتر والنتینوویچ تورچین متولد 1957 هست در دانشگاه کانتیکت هست و در واقع رشتهش میشه گفت دانشمند پیچیدگی Complexity ساینتیست این از اون رشته های میشه گفت جدیدی هست که به نوعی بین رشته است و میشه گفت مرزهای جدید در واقع رفتار بشری علم و پیچیدگی های اون رو مخاطب قرار میده پیتر والنتینوویچ تورچین در اصل روس هست و که به آمریکا مهاجرت کرده و در حال حاضر جزء دانشمندان فعال در آمریکا به حساب میاد قبلتر تر از او یک کتاب معرفی کردم کتابی بود به نام secular cycles یا چرخه های سکولار این کتاب مال 2009 هست و اگر خاطرتون باشه اشاره کردم که تورچین این نظریه رو داشت که البته فقط مختص اون نیست خیلی ها این رو مطرح می ولی به طرز جامعی اون رو به بحث گذاشته که در واقع ما از نظر سکولار بودن بشر شاهد یک افتخیز هایی هستیم نظرش در کتاب سکولار سایکلز خیلی جالبه میگه چون اگه خاطرتون باشه من گفتم گفتم چند دیدگاه هست مثلا یک دیدگاه این میگه که بشر مرتب به سمت سکولارتر شدن میره جهان بشر به صورت عرفی شدن داره در میاد و در واقع نقش باورهای متافیزیکی مرتب در حال کمرنگ شدنه تورچین معتقده که به این شیوه که ما فکر میکنیم مستقیم الخط نیست و ما شاهد چرخه هایی هستیم و او چند چرخه رو در واقع از نظر تاریخی نشون میده که ابتدا بشر به سمت سکولار شدن رفته بعد پنجاه سال بعد دوباره به سمت اعتقادات پررنگ متافیزیکی حرکت کرده و در واقع در این کتاب بیشتر یک توصیف تاریخی است در از منظر یک تاریخ شناس یک تاریخدان اون رو بحث میکنه و خیلی به رشته خودش به نظر میاد اشاره نداره در کتاب جدیدترش در این کتاب اولترا سوسایتی بیشتر در قاموس یک دانشمند علوم پیچیده رفتار بشری ظاهر میشه اما قبل از اینکه بحث رو دنبال کنیم ببینیم منظور از اولترا سوسایتی یا اولترا سوشیالیتی چه هست که برای ترجمهش هم دوچار اشکال هستیم آیا او رو ماورای جامعه قرار بدیم فوق جامعه قرار بدیم فکر میکنم فوق جامعه اصطلاح خوبی باشه برای کتاب او که اگر بخواید بدونید منظور او از اولترا سوسایتی و اولترا Sociality یعنی فوق جامعه بودن چیه جامعه بودن چیه The ability of human beings to cooperate in very large groups of strangers, groups ranging from towns and cities to whole nations and beyond. توانایی انسان ها برای همکاری در قالب گروه های بزرگی از افراد ناآشنا از گستره شهر گرفته تا کشور و حتی فراتر. سوالی که تورچین مطرح میکنه اینه چگونه انسان ها میتونند از دسته های کوچک دسته هایی که شاید چهل نفرن پنجاه نفرن کم کم دسته های بزرگتر تشکیل بدن و حتی به سمت دسته هایی برن که جمعیت اونها میبینیم یک میلیون نفر هست چگونه افراد غریبه میتونن کنار هم قرار بگیرن با هم همکاری بکنن به هم دیگه خشم نشون ندن و در واقع دشمنی خودشون رو تبدیل به دوستی و همکاری بکنن ممکنه شما سوال کنید آخه این چه سوالیه این یه ذره سوال غریبیه ولی اگر خوب به محتوای کتاب و بحث های روانشناسی به خصوص روانشناسی تکاملی و انسانشناسی دقت کنید این یک سوال بسیار جدیه من یکی از جدول کتاب او رو انتخاب کردم و در اسلایدش شماره پنج شما این رو میبینید چیزی که هست اینه اگر شما دقت کنید این سه ستون جد این جدول سه ستون داره در ستون سمت چپ در واقع میگه اون تعدادی از آدم ها که در یک دسته قرار دارند ستون وسط که در واقع نوع پولیتی رو مشخص میکنه اگرم بخواید بدونید پولیتی چیه پولیتی یک اصطلاح جالبه پولیتی به گروهی از انسانها گفته میشه که هدف واحد دارن و تصمیم گیری کلان واحد میگیرند. یعنی در واقع تو سیاست کلیشون همسو هستند و ستون سمت راست در واقع زمان رو نشون میده که کی y یعنی در واقع هزار سال پیش اون کی هزار years ago نگاه کنیم در حدود 200 هزار سال پیش دسته های بشری در دسته های ده ها نفری بوده مثلا 40 نفر 50 نفر 60 نفر و این دسته ها برای مدت طولانی به همین صورت بودند ماهیتشون چه بوده دسته هایی بوده که به جستجوی غذا میپرداختند می و اصطلاحا ما به اونا میگیم فوراجینگ باندز یعنی دسته هایی که اینا غذا رو میرفتن از جاهای مختلف جمع آوری میکردن احیانا اگر ممکنه شکار هم انجام میدادن اگر هوموساپینز رو بخوایم از حدود 300 هزار سال پیش 200 هزار سال پیش در نظر بگیریم نگاه کنید تا 10 هزار سال پیش یعنی یه چیزی حدود 95 درصد تاریخ بشر معاصر در قالب دسته های 10 نفره 20 نفره 30 نفره 40 نفره 50 نفره میگذشته این دسته ها اکثرا هم خانواده بودن هم خون بودن به نوعی ژنتیک مشترک داشتن و با همدیگه خیلی صمیمی بودند از حدود ده هزار سال پیش این تاریخ ها نسبتا مهم دوستان و تو خیلی از کتاب های انسانشناسی و تکامل به خصوص روانشناسی تکامل اینا رو مهم میدونند از حدود ده هزار سال پیش کشاورزی آغاز میشه و به همین دلیل روستاها روستانشینین و استقرار بشر آغاز میشه و دسته ها از حدود چهل پنجاه نفری یه دفعه به دسته های صدها نفری افزایش پیدا میکنند سیصد نفری چهارصد نفری و بعد شما نگاه کنید خیلی سریع اندازه اون پلیتی ها یا شبکه های واحد تصمیم گیری بشر افزایش پیدا میکنه مثلا به صورت چیفتم ها در میاد اونایی که به صورت قبیله های کوچیک بودن از حدود 7000 سال سال پیش و از حدود 7000 سال پیش ببینید همین جور گروه های بشری بزرگتر میشن چیفتم های پیچیده ایجاد میشه در اون در واقع رئیس قبیله دارید و یک ساختار پیچیده تر دارن کشاورزی میکنن تقسیم کار صورت گرفته و دسته ها ده ها هزار نفری هستند از حدود پنج هزار سال پیش ما شاهد شکل گیری حکومت و دسته های باستانی هستیم که اینها درش در واقع صدها هزار نفر تحت یک حکومت یا یک دسته قرار می گیرن. از حدود 4500 سال پیش ببین ظرف 500 سال یک دفعه سایز گروه های بشری ده برابر میشه ما شاهد اون دولت های بزرگ هستیم دولت هایی که به خصوص در بینون نهرین بودن و گاهی اوقات 700 هزار نفر 800 هزار نفر جمعیت داشتند و بیشتر چند میلیون نفر جمعیت داشتند. و توی یک فاصله 2000 ساله ما شاهد ابر امپراتوری ها هستیم مثل امپراتوری هخامنشی امپراتوری روم و این ابر امپراتوری ها که ده ها میلیون نفر رو تحت یک گروه نگر می دارن. و از حدود 200 سال پیش هم که دولت های معظم رو داریم که صد میلیون به بالا جمعیت داشتن همینجور که شما نگاه کنید ببینید یک هرمیه که به سرعت افزایش پیدا میکنه 95 درصد زمان هوموساپینز تو دسته های ده ها نفری بوده ولی یه دفعه شما میبینی این بزرگ میشه تورچین میگه چه عاملی باعث رشد این شده این یکی از سوالات اصلی هست که تو کتاب میخواد به اون بپردازه و در عین حال اگر یادتون باشه ما از کتاب های دیگه از بررسی کتاب چگونه مذهب تکامل پیدا کرده رابین دانبار اشاره کردیم یا کتاب های دیگری مثل اون کتاب معروف آگوستین فوئنتس که اشاره میکرد چگونه اون گروه های کوچک بشری تونستن گروه های بسیار بزرگ ایجاد کنند. و یکی از موزلاتی که در شکل گیری گروه های بزرگ هست اینه میگه وقتی در گروه های کوچک ده نفری شما قرار دارید ده ها نفری که برای 190 هزار سال تاریخ بشر رو در بر میگرفته افراد خیشاوند بودن هم خانواده بودن هم دیگر رو میشناختن قریبه ای در کار نبوده ولی وقتی شما یک ابر امپراتوری تشکیل میدی از 2500 سال پیش مثل امپراتوری هخامنشی یه دفعه ده ها میلیون نفر توش هستن و اینا قریبا هم دیگر رو نمیشناسند چگونه امکان داره این تعداد غریبه کنار هم قرار بگیرند و همدیگر رو از بین نبرند حالا خواهیم گفت این یکی از سوالات جدی پرایمتالوجیست ها یا نخستی شناسان هستند اونایی که در مورد این میمونهای خیلی پیشرفته مثل شامپانزه، گوریل، بابون، اوران اوتان مطالعه میکنن میگن وقتی تعداد اینا زیاد میشه غریبه میاد داخلشون غریبه رو پس میزنن بهش حمله میکنن میکشنش باهاش همکاری نمیکنند پس چگونه بشر تونسته این راه رو طی کنه و از حدود ده هزار سال پیش ناگهان شامل افزایش تعداد افرادی باشیم که با حالا صلح نسبی با دوستی نسبی کنار هم قرار گرفتن و تونستن دسته های خیلی بزرگ رو بسازند از کتاب قبلی که من خدمتون معرفی کردم Goodness Paradox که نوشته یه ریچارد رنگ هم بود شاید این جمله رو به خاطر داشته باشید که او جمله جالبی میگفت میگفت اگر شما حدود پنجاه نفر میمون رو وردارید توی یک اتوبوس یا یک هواپیما قرار بدید حالا میمون منظور شامپانزه است وقتی به مقصد برسن چند تاشون زدن همدیگر دیگر رو تکه پاره کردن یعنی نمیتونن با صلح و دوستی کنار هم بشینن ولی انسان ها میتونن حتی در دسته های صد هزار نفری میبینی توی استادیوم قرار دارن و عملا همدیگر رو نمیکشند این که چگونه خشمشون رو کنترل میکنند چگونه در واقع بر اون نفرت به غریبهشون غلبه میکنند یک سوال عمده روانشناختی و علوم اجتماعی است کتاب رو میاد با یک میدونه این کتاب ها معمولا این ویژگی رو دارن که میان برای شروع کار برای مقدمه مثلا از یک خاطره میگن یکی از خاطراتی که میگه میگه من وقتی رفتم این کلیسای نوتردام دامینس رو دیدم این نوتردام دامیانس در واقع با کلیسای پاریس فرق داره و از نظر حجم سنگی که توش به کار رفته ادعا میکنه با ساختمان امپایر ستیت توی نیویورک در واقع یه اندازه است یعنی این کلیسا که از حدود 800 سال قدمت داره 800 سال پیش بشر تونسته اینقدر با هم همکاری بکنه دست به دست هم بده و یک کلیسایی رو بسازه که میزان حجم که سنگ برده مصالح برده وزن برده تقریبا با ساختمان امپایر state برابری میکنه میگه چگونه توانستند دسته های 40 نفری پنجاه نفری به این مرحله برسند حالا کتاب کتاب نسبتا کوچکیه خیلی حجم نیست شاید 250 صفحه اینجورا باشه و به همین دلیل خیلی به جزئیات نمیره ولی من سعی کردم به منابعی که اشاره میکنه بپردازم بعضی از اونا رو استخراج کنم به خصوص مقالات کلیدی کتابهایی که خیلی مورد استناد قرار میده و بخشی از عرایزم رو به کمک اونا تکمیل کنم اه، کتاب اه به نظر میاد انسان رو بسیار به فکر وامی داره و حوزه های خیلی مهمی از رفتار اجتماعی مقوله خشونت و مقوله همکاری بین فردی رو مخاطب قرار میده خب من یک خلاصه ای از محورهای عمده کتاب در ذهنم اومد که در اسلاید شماره هفت قرار دادم یعنی اگر بخوایم این کتاب رو خلاصه بکنیم برای اون دوستانی که فرصت خوندن اون رو ندارند در حالی که من توصیه می کنم حتما کتاب رو بخونید خیلی آموزنده است و چشم ما رو به جریان شناسی اصلی در علوم رفتاری و انسان شناسی معاصر باز میکنه ولی این چهار بخش رو تونستم از توش در بیارم یعنی کتاب حول و خوش چهار محور میچرخه خشونت در جوامع قبل کشاورزی و روند تاریخی خشونت یه چند فصل کتاب به این اختصاص داره مسئله انتخاب گروهی یا گروپ سلکشن یه بخش های دیگه رو در بر میگیره و دلیل همکاری یا کوآپریشن در بشر این سه قسمت تقریبا میشه گفت مرور منابع هست یک مرور فشرده ای از سه دیدگاه مهم هست بخش چهارمش نقش سلاح پرتابعی میشه گفت تا حد زیادی ابتکار و نوآوری خود ترچین هست پس اگر ما بخوایم من میخوام این چهار قسمت رو به صورت خلاصه برای شما توضیح بدم و فکر میکنم اگر خوب گوش بدید و خوب دنبال کنید مطالب خیلی تعمل برانگیزی داره خود من به بعضیش واقعا ساعتها فکر کردم و از اون چیزایی که احساس میکنم بشر مدرن معاصر باید برای این سوالات یا جوابی داشته باشه یا موزه و دیدگاه خودش رو روشن کرده باشه حالا به خصوص اون ستای اول چهارمی هم دیدگاه خلاقانه تورچین هست که خب حالا ممکنه درست نباشه لزوما ادعای اوست و برای اون یه سری شواهد داره ولی اون رو هم بهش بپردازیم بد نیست نقش سلاح پرتابه ای پس بریم جلو ببینیم این مباحث رو چگونه پوشش میده چون حس کردم یک مرور جامع بر در واقع پیشینه پژوهشی داره هرچند خیلی فشرده ولی میارزه که ما چند دقیقه رو بهش بپردازیم مپس اول خشونت در جوامع قبل کشاورزی و روند تاریخی خشونت بشری خب آها قبل از اینی که برم جلو اون پولیتی رو در اسلاید شماره هشت گذاشتم اگر تعریف پولیتی رو میخواین که دیدین پولیتی ها از ده ها نفره تا ده ها یا صدها میلیون نفره بزرگ شده پولیتی Independent Political Unit that makes its own decisions about matters of peace and war. یک واحد سیاسی مستقل که درباره اموری چون جنگ و صلح تصمیم میگیرد. به عبارت دیگر اون دسته های واحدی که یک سیاست کلان واحد دارند. چجوری این دسته ها بزرگ شدند؟ خب. بخش اول. این بخش اول ببینید خیلی استراتژیکه. جذابه و در عین حال مناقشه برانگیزه اونم داستان روند خشونت در بشر است سوال اینه هوموساپینس از دویست هزار سال پیش تا الان خشونتش چگونه بوده و در واقع خشونت بین فردیش چه افت و خیزی داشته حالا ممکنه شما بگین حالا دویست هزار سال پیش چه ربطی به ما داره چه فایده ای داره ولی خواهش میکنم صبر کنید تحمل کنید خواهید دید که حتی بسیاری از چیزهایی که این روزا میشنوید اصلا بحث بسیار جدی هست به نوعی به این برمیگرده و انسان ها بر اساس اینکه به کدام دیدگاه متمایل ترن حتی در زندگی خصوصی امروزشون میتونن مسیرهای مختلفی رو انتخاب بکنند. پس به نظر من گریزی از این نیست که ما این بحث رو دنبال بکنیم که روند خشونت هوموساپینز انسان هوشمند چگونه بوده است و شما خواهید دید که دیدگاه های بسیار متضادی هست که نتایج بسیار متعدد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روانشناختی و حتی زیستشناختی داره بر اینکه خشونت بین بشر رو بخوان خیلی راحت تر اندازه بگیرن گفتن خب خشونت بین بشر انواع داره دیگه میبینید کتککاری هست، نفرین هست فوش دادن به هم دیگه هست آزار و اذیت هم نوع هست تعرض هست تعرض جنسی هست ولی یک نوعش رو که ما بیاییم و در مورد اون اندازه گیری دقیق میتونیم انجام بدیم و کمتر در موردش مناقشه است مسئله مرگ مرگ هم نوع به عنوان یک شاخص رایج در سنجش خشونت بشری برای همین روانشناسان تکاملی انسانشناسان جامعه شناسان سیاستمداران روشن فکران وقتی میان صحبت از روند خشونت بشری میکنن میگن ما میتونیم یه شاخص خیلی واحد براش در نظر بگیریم اونم اینیه که بشر چه مقدار همنوع خودش رو طی تاریخ کشته و روند کشتن همنو چگونه بوده اگرم بخوایم نگاه کنیم در واقع کشتن همنو تو سه قالب عمده میتونه صورت بگیره دیگه هوموساید وار و despotism. که تورچین به این سه اشاره میکنه میشه قتل جنگ و مرگ حاکمیتی اینا یعنی چی قتل یعنی اینی که فرض کن تو همون پلیتی ها اون دسته های حالا 500 نفره هزار نفره ده هزار نفره یه نفر میزنه یکی دیگر رو میکشه جنگ هم فکر کنم برای شما تقریبا روشنه یه پلیتی با یه پلیتی دیگه میجنگه یک گروه منسجم یک گروه واحد وارد جنگ با یه گروه دیگه میشه میخوایم ببینیم روند این کم شده زیاد شده و اگر کم و زیاد میشه آیا این به سخت افزار مغز رب داره به زیست شناسی مغز رب داره یا اینه که نه عوامل دیگه ای توش دخیله مسئله فرهنگی یادگیری محیطی چی هست و نوع سومش که میگن دسپوتزم من این رو ترجمه کردم به حاکمیتی یعنی اونایی که در اون گروه مسلط هستند یکی در رو از بین میبرن حالا این میخواد در قالب مثلا اعدام باشه یا کشتن هم باشه ولی بیشتر از توسط بالای اون پلیتی صورت میگیره ما ببینیم این روندش چجوری بوده این رو شاخص اصلی در نظر بگیریم البته اینو ببین بازم با وجود اینی که شاخص خیلی شسته رفته ای به نظر میاد خیلی مواقع توش ابهاماتی هم هست مثلا فرض کنید اگر یه عده بیان یه عده دی دیگر رو محاصره کنن و اونا از گرسنگی بمیرن این چقدرش خشونت مگبار حساب میشه یا مثلا اگر فرض کنید که یک حاکمیتی خوب نتونه شهروندای خودش رو مدیریت کنه اونا به دلیل بیماری و فقر و گرسنگی بمیرن آیا اینم خشونت حساب کنیم یا نکنیم اینجا توش مناقشه است ولی اکثر کتاب ها یه ذره با میشه گفت اقماز بیشتر قتل مستقیم مرگ مستقیم مستقیم رو به عنوان یه شاخص در نظر میگیرن و در مورد عوامل اون به بحث میپردازند خب اگر شما جریان شناسی این مسئله رو بخوای نگاه کنید خیلی سریع متوجه میشی که دو جریان عمده در علوم شناختی انسان شناسی روان شناسی معاصر رخ می نماید دو تا جریان هست که هر دوش طرفداران بسیار هوشمند جدی داره و اینی که شما به کدام جریان تعلق داری حتی به زندگی خصوصیتون هم سایه میندازه یه جریان که نماینده خیلی پررنگش ستیون پینکر روانشناس معروف دانشگاه هاروارد هست و طی سالهای اخیر این کتاب 2008 او خیلی صدا کرده یعنی به جرات میتونم بگم یکی از پر سر و صدا ترین کتاب هایی است که در قرن یکم توسط یک نفر روانشناس تعلیف شده The Better Angels of Our Nature Why Violence Has Declined این کتاب خوشبختانه به فارسی ترجمه شده استیون پینکر توسط آقای مرتزا مردی ها فرشتگان بهتر ذات ما چرا خشونت کاهش یافته است توصیه میکنم حتما بخونید و نمیخوام سوگیری بهتون بدم ولی با تکلیفتون رو روشن کنید بیشتر از پینکر خوشتون میاد یا دیدگاه هایی که بعدا خدمتون عرض خواهم کرد البته خب این مبتکرش پینکر نیست خیلی خوب این رو جمعبندی کرده خیلی خوب میشه گفت اون رو فرمولا، فرموله کرده به نوعی جمع جور کرده و چون کتابش یک پرفروش شده و بسیار سایه انداخته بر قرن 21 خیلی از افراد رو وادار به موزه گیری کرد. البته پینکر یک کتاب تکمیلی هم داره Enlightenment Now رو اکنون روشنگری که میشه گفت به نوعی دنبال روه اون کتاب هست و تکمیل کننده اون دیدگاهه پینکر و گروه هم پیمانان او هم فکران او باور دارند که میزان خشونت به خصوص قتل طی دویست هزار سال پیش قتل منظورم مرگ است اون سه نوع مرگی که دارم میگم مرگ قتل جنگ و حاکمیتی به طرز قابل توجهی و امیدوار کننده ای کاهش پیدا کرده حالا این میدونم از اون چیزایی که مناقشه ایجاد میکنه خیلیاتون ممکنه اعتراض کنید بگی نه اینجوری نیست ولی خب دیدگاه استیون پینکری یا جریانی که استیون پینکر او رو نمایندگی میکنه این ادعا رو داره حالا ما به شواهد هر دو نگاه میکنیم اشاراتی داریم به کتاب تورچین کتاب تورچین با این شروع شده خود تورچین به نظر من میاد که طرفدار جبهه استیون پینکره یعنی تا حد زیادی پینکری حساب میشه پس تا اینجا موضع تورچین رو متوجه شدیم استیون پینکر میگه که اون خشونت مگبار بشر به پنج دلیل عمده کم شده که من اون رو در اسلاید 14 براتون گذاشتم این رو خلاصه است که تو خود کتاب در واقع فوق جامعه تورچین داریم ولی توصیه میکنم حتما کتاب خودش رو بخونید کتاب خیلی حجیمی هست ولی بسیار تعمل برانگیزه. پنج عامل رو این میگه لویاتان، کمرس، فمینیزیشن، کازموپولتنزم، اسکلیتر of ریزن این پنج دلیلی است که خود پینکر میگه و تورچین به اون استناد میکنه اگر بخوایم اینا رو ترجمه کنم من اینجوری ترجمه کردم لویاتان تجارت به خصوص تجارت آزاد افول مرد سالاری و به نوعی زنانه تر شدن جهان جهانی شدن و ارتباطات آزاد و رشد خردگرایی فکر کنم تقریبا موضع پینکر برای شما روشن میشه حتی میتونی بفهمیم به کدوم جریانات تعلق داره مثلا شما شاهد این هستین که بیل گیتس و بسیاری از سرمایهداران مدرن ابر سرمایه داران مدرن معاصر مثلا به دیدگاه پینکر علاقه نشون میدن و حتی کتاب او رو تبلیغ میکنن میگن این کتاب خیلی در واقع روشنگره و مطالبش بسیار آشکار کننده نهاد بشری خیلی سریع بهتون بگم منظورش چیه لویاتان برگرفته از در واقع اسم کتاب مشهور توماس هابس هست و در واقع خلاصش این میشه که وقتی حاکمیت ها شکل گرفت در واقع دولت ها منسجم شدن بروکراسی خیلی قوی شکل گرفت حکومت ها منسجم شدن اینا بر شهروندان نظارت کردند و به نوعی مانع کشت و بین اونها شدن و به نوعی تونستن داستان رو کنترل کنن خیلی خودمونش این میشه که مملکت صاحب پیدا کرد دیگه وقتی مملکت صاحب پیدا کرد گردن کشان و شورشیان و افراد آزار رسان به هم نوع به نوعی مهار دومین قضیه تجارت است خب از اینجا شما متوجه میشین که پس پینکر احتمالاً طرفدار بازار آزاد و تجارت آزاد و به نوعی یک نوعی از روایت لیبرالی رو دنبال میکنه و معتقد وقتی تجارت آزاد شد افزایش ثروت داریم با افزایش ثروت فقر کمتر شد با افزایش ثروت گرسنگی کمتر شد در کمتر افراد به همدیگه پرخاش میکنند و جامعه آرومتر شده البته فقط ببین ادعا نیست اگر شما نگاه کنید کتاب پر از نموداره پر از گرافه پر از در واقع میشه گفت آمارهای متعدد هست که میخواد نشون بده که کاهش بده کرد سومین مسئلهش میگه زنان قدرت بیشتری گرفتند و این ادعا رو داره که هر چقدر مرد سالاری تضعیف میشه و زنان پر رنگتر میشن در حکومتداری در سیاست در تحصیلات در, کشم، در کسب ثروت، جوامع به سمت خشونت کمتر حرکت میکنند چهارم جهانی شدن و ارتباطات آزاد یه دلیل کاهش خشونت را همینی میگه که الان شما دارید استفاده میکنید اومدن اینترنت افزایش دسترسی مردم به اطلاعات شبکه های اجتماعی باعث میشه که در واقع به نوعی پرخاشگری مهار بشه هر جا پرخاشگری هست خشونتی هست سریع به گوش در واقع دیگران میرسه و دیگران بهش واکنش نشون میدن و بالاخره پنجم اون اسکالیتر آف ریزن هست که در کتاب رو اکنون روشنگری به اون اشاره داره بشر خردگراتر شده از خرافات دور شده تفکر علمی داره دیگه فرض کنید که چش خوردن رو نحس بودن رو نمیدونم شوم بودن و بدیون بودن و بعضی آدما رو قبول نمیکنه که به این بهانه بره اونا رو بکشه او یک چشمانداز مثبتی از جهان میبینه و معتقده که خشونت رو به کاهش میره اما اگر نگاه کنید یه چیز توش مستطره و اونم اینه که ذات بشر خشن بوده ذات بشر در واقع گرگ آدمی است به نوعی میشه گفت پیرو توماس هابز هومو هومینی لوپوس انسان گرگ آدمی است این جمله معروف توماس هابز از هومو هومینی لوپوس است که یعنی میگه انسان گرگ آدمی است میگه انسان پرخاشگره از نظر فیزیولوژیک بیولوژیک ژنتیک انسان خطرناکه همدیگر رو میکشه به همدیگه رحم نمیکنه ذاتش شروره و این ذات شرور در واقع توسط این جریانات پنجگانه ای که خدمتون گفتم به نوعی مهار داره میشه مهار کامل نیست خب هنوز شما ببینید قتل هست جنگ هست قتل حاکمیتی هست ولی میگه هر چه هست قرن به قرن داره این قضیه بهتر میشه به اون پنج دلیل خب اینجا لازم به یادآوری هست که هم تورچین هم استیون پینکر اینا در واقع میشه گفت باورمندان قوی به روانشناسی تکاملی هستند و در واقع روانشناسی تکاملی یکی از جنبه های پررنگش اینه که وقتی ما به دنیا میاییم تابلو سفید تابولا رازا نیستیم این اصلا یکی از کتاب های مشهور استیون پینکره بلانک سلیت اون کتابیه که باهاش اصلا تو جامعه علمی خیلی معرفی شد شناخته شد و مشهور شد و او به این دیدگاهی که معتقده ببین انسانها رو هر جور آموزش بدی اونجوری بار میان فرهنگ میتونه از انسانها گرگ بسازه میتونه از انسانها فرشته بسازه او معتقده که این گونه نیست و در واقع ما با تابلو سفید به دنیا نمیاییم از نظر زیستی ما گرگ به دنیا میاییم و بیولوژیک گرگ هستیم این محصول میلیون ها سال تکامل هست و به همین دلیل باید خیلی مواظب باشیم خب حالا برای اینکه هم های او رو ببینید که تورچین هم بهشون اشاره کرده ریچارد داکینز هست و با کتاب مشهور The Selfish Gene در واقع ژن خودخواه داوکینز هم حالا با قدری اقماز حالا من چون وقت کمه نمیخوام خستتون کنم و که داستان من نقد کتاب داوکینز نیست ولی اشارهش بر اینه که آره منتها داستان داوکینز تفاوتی که با روانشناسان تکاملی قبل از خودش داره با افرادی مثل ادوارد آسپورن ویلسون که در واقع بنیانگذار سوسیو بیولوژی هست داستان اینه که میگه آره این تضاد و این رقابت و این گرگ بودن در لول جنها اتفاق میفته یعنی جنها با هم رقابت میکنند و در واقع جنها سعی دارند حاکم بشن پس هر ژنی تا چیزی به نفع خودش نباشه البته این داستان استعاره است دیگه ژن که آگاهی نداره ولی در واقع اون اقدام در طبیعت اتفاق نمیفته حالا من خیلی خلاصه این رو گفتم یک داستان خیلی پیچیده ایه. ولی تای تاید مطلبش اینه که در واقع بنا به اون حاکمیت ژنتیکی و اینی که ژن با هم به رقابت میپردازند تلاش بر اینه که بر دیگر جنها حاکم بشی و آنچه که باعث بقای یک جن میشه صرف نظر از اینی که اخلاقی هست یا اخلاقی نیست میتونه قضیه رو ادامه بده بذارید من همینجا یک بخشی رو که تورچین از کتاب سلفش جین داکینز استخراج کرده براتون بخونم که شاید آشناتر بشید چون هم تورچین به این دیدگاه اعتقاد داره هم استیون پیکر اعتقاد داره هم ریچارد داکینز به هوش باشید که اگر شما هم مانند من آرزو دارید که جامعه ای بسازید که در آن انسان ها به صورت غیر خودخواهانه و بخشنده به سوی یک فضیلت یا یک منفعت عام common good همکاری و مشارکت کنند از ذات زیستی و بیولوژیک انسان ها انتظار کمک زیادی نداشته باشید بیایید سعی کنیم که از خودگذشتگی و بخشندگی را آموزش دهیم زیرا ما خودخواه به دنیا می خب پس فکر می کنم دیدگاه این سه نفر که تا حدی همسو هست رو براتون روشن کردن ما با یک ذات خودخواه با یک ذات گرگ گونه به دنیا میاییم و اگر می خواهیم توی یک جامعه که توش صلح هست خشونت کم هست همکاری کنیم باید یه جوری با اون ذاتمون بتونیم بجنگیم حالا بیایم ببینیم که راه حل ها چی است چون به نظر میاد بشر درست میگه جنگیده دیگه تونسته از اون دسته های پنجاه نفری شست نفری به دسته های پونصد میلیون نفری برسه و تو اون دسته ها مردم در حال تکه پاره کردن همدیگه نیستند لاقل اکثریت مردم در صلح دارن زندگی میکنند چگونه همچین چیزی امکان پذیره بیایم دیدگاه های تورچین و نقد او رو ادامه بدیم خب در همین راستا اشاره به کتاب های دیگه داره که این کتاب ها هم به نظر میاد خودش در فرصت های مختزی باید بهشون بپردازیم مثلا این کتاب 2000 A Natural History of Rape تاریخ طبیعی تجاوز Biological Basis of Sexual Coercion میشه مبانی زیستی تعرض جنسی یا در واقع میشه گفت به نوعی وادار کردن یا فشار جنسی رندی هیل و کرک در واقع اسمش پالمر نوشته یا کتاب دیگه ای که اون کتاب 2000 بود یا کتابی که 2021 داریم البته این کتاب رو دیگه تورچین بهش اشاره نکرده من خودم براتون به عنوان نمونه آوردم که این هم جزء همسوها با این جریان هست دیوید باس دیوید باس میدونی نویسنده کتاب‌های روانشناسی تکاملیه و یکی از کتاب های مشهور او روان شانسی تکاملی رو من چندی پیش فقط نام بردم ولی امیدوارم بتونم برای شما سلسله درس گفتارهایی بذارم و محتوای اون رو برای شما بیان کنم کتاب 2021ش هم که باز توسط این جریان ها به نوعی برش سهه گذاشته شد و مورد توجه قرار گرفت باز همون جمله رو میگه When men behave badly وقتی مردان بد رفتار میکنند بخشی از خشونت هم اینه دیگه The hidden roots of sexual deception, harassment and assault در واقع ریشه های پنهان فریبکاری جنسی ایجاد مزاحمت و تحرز فکر کنم مثلا فقط جلد کتاب گویای محتواش هست که اینا معتقدن همون ذات گرگونه اون جنهای خودخواهی که هستند که میخوان خودشون رو تکثیر کنند بر رفتار ما به صورت زیست شناختی حاکم میشن و باعث میشن ما گرگ هم نوع باشیم نه تنها هم نوعان رو بدریم و بکشیم اگر ولمون کنن شروع کنیم تعرض جنسی به هر کس به نوعی که باعث ژنمون تکثیر پیدا بکنه این جریان پررنگه دوستان و به جرات میتونم بگم جریان قوی هست حالا من میخوام سوگیری بهتون ندم و بذاریم تا آخر بحث بریم جلو البته بحث اینجا تموم نمیشه توی مباحث دیگه این کتاب ها رو هم امیدوارم خدمتتون معرفی کنم یکی از کتاب هایی که میخوام خدمتتون معرفی کنم اینه این 2021 هست و به نوعی به روز هست دیگه دو... یک سال از چاپش گذشته و خیلی طرفدار داره و میدونید دیوید باس اصلا میشه گفت اتوریته در حوزه روانشناسی تکاملی است یا مثلا کسی دیگه ای که ازش نام ببرم ریموند دارت ریموند دارت انسانشناس مشهور آمریکایی است که در سال 1924 جمجمه ای کشف میکنه که الان عکسش رو در دستش میبینید و اسم جمجمه رو میذارن استرالو پیتیکوس آفریکانوس استرالو یعنی جنوب استرالیا که میگن یعنی جنوب استرالیس یعنی جنوبی و به باد جنوب هم یونانیا ها می گفتن استرالیس خب در مقابل بورلیا یا بورلیس که میشه شمالی او در 1924 یک جمجمه کوچکی کشف میکنه که اسمش رو میذارن تانگ بوی در جنوب آفریقا به هم دلیل استرالو پیتیکوس میگه پیتیکوس هم یعنی به معنی میمون ایپ هست یعنی میمون جنوبی که تو آفریقا کشف میشه ریموند دارت جالبه که تقریبا میشه گفت تمام عمر و حرفه خودش رو روی این میذاره و اگر شما تصاویرش رو ببینید فکر کنم تا آخر عمرش درگیر این استرالوپیتکوس بود و در واقع استرالوپیتکوس مدعی بود که جد بشر هست و حدود دو میلیون سال پیش از بقیه اون نخستی ها از اون پیتکوس ها جدا میشه و بعد کم کم آفارنسیس و بعد به سمت انسان های حرکت میکنه تا اینکه سرانجام نئاندرتال ها رو میسازه و بعدش به هوموساپینس میرسه دو میلیون سال پیش بوده منتها چیزی که در واقع ریموند دارت در سالهای بعد به اون اشاره میکنه چون یه وقفه میافته تا مدتی کسی قبول نمیکرده که در واقع این میشه گفت جد مشترک انسان ها باشه ولی تقریبا تو سال 1950-53 با کنار رفتن رقیب های دیگه از نظر انسان شناختی حرف او خیلی مورد پذیرش قرار میگیره ولی چیزی که ریموند دارت خیلی پررنگ به اون اشاره میکنه اینه میگه بسیاری از جمجمه های استرالوپیتیکوس که من کشف کردم شکسته شده بودن و به نظر میاد توسط استخوان زدن تو سرش حتی خیلی هاشون میگه جای دو تا شکاف یا دو تا شکستگی به فاصله کم کنار هم هست که میگه اون یکی با استخوان فرض کنید یک گاو میش یا چیز دیگه که دستش بوده کوبیده تو سرش و اون زمان این مسئله رو مطرح میکنه که ببین داستان هوموساپینس نیست از خیلی قبلتر از دو میلیون سال پیش بشر به طرز قصاوت آمیزی هم نوع خودش رو میکشته این ذاتشه و این ذات در ژنتیک ما هست و ما با اون به دنیا میاییم جمله ای رو که از ریچارد داوکینز خوندم دقت فرمودید و حتی این دستمایه میشه گفت فیلم اودیسه 2001 استنلی کوبریک میشه اگر شما فیلم رو دیده باشید یه صحنه ای داره که این میمون ها دارن با این استخوان ها با این ساق در واقع گاو میشه است یا گاف است یا هرچی است میزنن این ور, ور این به نوعی الهام گرفته از حرف ریمون دارت هست باور ریمون دارت هست که اینا با این استخون میزدن تو سرکله هم و اگر شما اودیسه 2001 رو دیده باشین این استخوان رو پرت میکنه و بعد یه دفعه دو میلیون سال میریم جلو و بعد شما اون سفینه فضایی رو میبینی یعنی بشر از این راه به اونجا رسیده این همون پیام انسان گرگ آدمی است هومو هومینی لوپوس است و پدیده ای شکل گرفت که اسمش رو گذاشتن کیلر ایپ میمون کشنده میگن ما بالاخره ببین هم خانواده ایم و ذاتمون کیلر ایپه کشند است میزنه همدیگه رو میکشه حالا اگر شما این پیش فرض رو باور داشته باشی باید بتونی این جواب رو بدی الان ما کیلر ایپ نیستیم دیگه البته خب هستیم هنوز هنوزم قتل هست هنوزم جنگ هست ولی خب این جریان باورش اینه که اونقدر نیست چون یه چیز جالبی که ریموند دارت با هم کاران خودش به بحث میذاره میگه شما تا حالا جمجمه سالم استرالوپتیک دیدی سالم از نظر اینکه خورد نشده باشه توسط ضربه و خیلیاشون میگه نه راست میگی هرچی جمجمه پیدا میکنیم یه جایی شکسته و بعد میگه آره برای اینی که اینا خیلی خشن بودن تا قافلشون میکردیم میزدند تو سرکله هم و همدیگر رو میکشتن مجروح میکردن خب پس ما با یک ذات شرور مواجهیم و این یک جریان عمده در روشنفکران، روانشناسان، متخصصین علوم رفتاری و علوم شناختی قرب رو در بر میگیره اما دوست داره مهمه من به شما توصیه میکنم که حتما جریان شناسی رو بدونید ما الان چند تا اسم دیدیم دیگه دیوید باس بود، ریچارد داوکینز بود، استیون پینکر بود همین در واقع پیتر تورچین بود در مقابل ما جریان دیگری داریم که این جریان هم یک انسجام داره و به صورت نسبتا منسجمی دیدگاه خودش رو بیان میکنه این دیدگاه نقطه مقابل توماس هابزه به دیدگاه روسو معروفه جان جاک روسو اینا گروه مقابل هستند اینا میگن نه این گونه نیست این خطای شماست بشر قبل از کشاورزی قبل از شکلگیری مالکیت خصوصی قبل از پیدایش تمدن به معنی امروز کلمش یعنی یک جانشینی و شهرهای بزرگ خیلی لطیف بوده ملایم بوده و همدیگر رو نمی کشته. این داستان رو به نوعی میشه گفت خطای انسانشناسان جامعه شناسان روانشناسان معاصر است. و این اشتباهیه که اینا انسان معاصر رو دیدن انسان بعد از ده هزار سال پیش به خصوص انسان پنج هزار سال پیش رو دیدن و اون رو اومدن به گذشته تعمیم دادن حالا دوستان عزیز من گفتم باید تکلیفتون رو روشن کنید و بیاندیشید اینجاست خب انتظار ندارم یا توماس هابزی کامل باشید یا روسوی کامل ولی به کدوم سو بیشتر تمایل دارید این بسیار روشن کننده سرنوشت سیاسی اجتماعی خانوادگی شماست کدوم دیدگاه رو باور دارید حتی باورتون شاید نشه این قضیه حتی به فوتبال هم سرایت داره مثلا شما چندی پیش دیدید که اون دبیر کل حالا رئیس نمیدونم من خیلی با فوتبال آشنایی ندارم فیفا این فانتینو جمله گفته بود که میگفت ما اروپایی ها سه هزار سال بدی کردیم و اگر سه هزار سالم باز خوبی نک... چیز از کنیم بازم جا داره این نشون میده که به احتمال زیاد او به مکتب روسو اعتقاد داره حالا خواهم گفت میبینی حتی به فوتبال هم سرایت کرد اینکه شما روسویی هستی یا توماس هابزی هستی اگر هابزی باشی میگی مدرنیزم پیدایش تفکر مدرن خیلی خوب بوده و باعث کاهش خشونت شده ولی اگر روسویی باشی این رو خواهی گفت که مدرنیزم و به خصوص شکل گیری تمدن معاصر به افزایش خشونت منجر شده روسویی ها یه دسته نیستند شاید ما روسویی ها رو به سه دسته تقسیم بندی کنیم کلاسیکال روسو اکستندد روسو و کواسی روسو اینا چیا هستند خب روسوی کلاسیک روسوی افزایش یافته یا تعمیم یافته و شبه روسویی پس دوستان اگر شما طرفدار دیدگاه روسو هستی و معتقدی ذات بشر شرور نیست باید ببینید که کدام روسوی هستی روسوی کلاسیک اینه که در واقع الهام گرفته از جان ژاک روسوه میگه تا قبل از پیدایش کشاورزی مالکیت خصوصی شهرنشینی و حکومت ها یعنی تقریبا بر اساس اون جدول تورچین ده هزار سال پیش بشر خیلی ملایم بوده خشونت نداشته و هم نوع خودش رو به ندرت می وقتی این مقوله شکل میگیره خشونت میره بالا اکستندد روسویی یا چی هستند اینا حتی یک گروه میشه گفت روسویی ترند یک روسویی میشه گفت قلیسترند و حرف اینا چیه؟ اینا به دیدگاهی معتقدند به نام ترایبل زون چون ببین ممکنه شما بگین آ این حرف خیلی حرفه مثلا خب ما روسویا رو میتونیم خیلی سریع زیر سوال ببریم مثلا شما این قبایل خیلی ابتدایی که تو آفریقا هستند تو استرالیا هستند توی سرخ پوستایی که توی آمریکا هستند بودند یعنی خب وقتی اول بار اینا رو دیدن یا شما این فیلم های سرخپوستی رو میبینی فیلم های آفریقایی رو میبینی خیلی هاشون خشنن بالاخره اینا جنگ دارن هم دیگر رو میکشندی تیر و کمان دارن و اینا اکستندد روسویی ها این رو میگن میگن نه اگر شما میبینی جوامع قبل کشاورزی جوامع غیر کشاورزی خشونت دارن به دلیل همجواری اونها با گروه های در واقع مدرن تر هست زون یعنی رومرز اون منطقه ای که اینها با هم وارد تجارت شدند به عبارت دیگر یه عده شهرنشین شدند حکومت تشکیل دادن و وقتی اون گروه های بسیار ملایم با اینا به تعامل پرداختند خشونت باعث از اونا به اون گروه سرایت پیدا کرد اکستند شد و در واقع اگر هم شما خشونتی توی گروه های ما قبل شهرنشینی کشاورزی میبینی تقصیر همجوارهای اوناست اینجاست که اون حرف همون دبیر فیفا رئیس فیفا قابل فهمه چون باور بر این بود که بسیاری از قبایلی که تو دنیا بودن جرمان ها و قبایل خیلی میشه گفت غیر مستقر در اروپا وقتی با امپراتوری روم هم جوار شدن اینا شروع کردند به پرخاشگر شدن شروع کردند به قاتل شدن و به همین دلیل میشه گفت اون جریانی که اول بار شهرنشینی حکومت امپراتوری رو ساخت خشونت رو در کل بشریت سرایت داد پس این میشه extended روسو خب مثلا بیایم روسوی های کلاسیک رو نگاه کنیم روسوی های کلاسیک چند کتاب دارند که این کتاب ها خیلی پرفروش شد ممکنه تو ایران خیلی شناخته شده نباشه ولی سایه عجیبی انداخت بر تفکر قلبی غربی به خصوص جنبش های سیاسی و دانشجویی مثلا کتاب 1959 The Harmless People Elizabeth Marshall Thomas توماس در واقع بخوایم ما توماس میگیم این میشه دیگه الیزابت مارشال توماس، the harmless people مردم بی آزار این بررسی از بوشمن های آفریقا داره میگه تو بین اینا نه جنگ هست نه اصولا خشونت دیده میشه نه پدیده تجاوز هست نه همدیگر رو خیلی جدی میزنن نهایتش یه حول ساده به هم بدن یا یه ذره سر هم داد بزنن ولی آروم دارن زندگی وقتی در واقع میشه گفت دانشجویان روشنفکران این خاطرات مارشال تاماس رو خوندند، احساس کردن او راست میگی هرچی بدبختی داریم این خشونت داریم تقصیر همین مدرنیزمه یا کتاب بسیار تاثیرگذار دیگه که در مورد اینویت ها اینویت ها میدونی اسم درستر اسکیمو هاست بهتره نگین اسکیمو میگن اسکیمو یه مقدار براشون بار منفی داره اینویت درستره Never in anger هیچ وقت در خشم نیستند جین بریکس 1970 نوشته او اه, تجربیات خودش رو در زندگی با اسکیمو ها گذاشته پورترت of an اسکیمو فامیلی که میگه اینا هیچ وقت عصبانی نمیشن اصلا خش رو اینا دیده نمیشه صبح به صبح پا میشن ماه رو میکنن اینا خیلی مالکیت خصوصی جدی نیست شهرنشینی ندارن میرن از اون برکه ماهیشون رو میگیرن اون فوکشون رو بر اساس نیازشون شکار میکنن و به هم نوع خودشون تعرض نمیکنن و حمله نمیکنن یا یک کتابی که فکر میکنم جلدش همون روسویی های گسترش یافته رو میتونه خیلی قشنگ نمایش بده اصلا جلدش رو نگاه کنید کافیه من اون دو کتاب قبلی رو نتونستم کامل بخونم بخشایش رو نگاه کردم و به همین دلیل واقعا فرصت نشد ولی از بخشایش این احساس کردم که اونایی که نقد برش نوشتن درست نوشتن آره میگن این دو کتاب خیلی تصویر آرومی از جوامع قبل از مدرنیزم و شهرنشینی و کشاورزی نشون میده یا این کتاب که این رو نخوندم فقط ورق زدم ولی باز نقدش رو تورچین داره جاهای دیگه دارن و داستان War and the Tribal Zone که میشه گفت برایان فرگوسن نویسنده این یکی از پیروان این جریان روسوی تعمیم یافته است این فکر میکنم مال 1981 و اینا باشه 1990 ویراستاری مجددش کرده اصلا جلد کتاب بویای این دیدگاه روسویی تعمیم یافته یا گسترش یافته است شما ببینید چند جوان آفریقایی هستند که اینا احتمالا به اون جوامع اولیه تعلق دارند که بر اساس ادعای روسویی ها خشونت توش نیست ولی اروپایی ها اومدن وارد تجارت با اینا شدن بهشون اسلحه فروختن احتمالا سر مسئله الماس و تجارت و پوست و این چیزها اینا رو توی اون منطقه مرزی به نوعی تطمیح کردن تحریک کردن و اینا هم به سوی جنگ طلبی از میخوام حرکت کردن به عبارت دیگر قبل از اومدن بشر مدرن اینا خیلی پرخاشگر نبودند منتها میگم جریان توماس هابز خیلی به این کتاب انتقاد نوشت و باعث شد تو ویراستاری 1990 ش این زیر نویسی که براتون گذاشتم رو اضافه کنه ادهی هستند که فکر میکنند خشونت و جنگ قبل از آمدن استعمارگران غربی یا شکلگیری دولت یا کشاورزی وجود نداشته است خب این کتاب خلاف آن را نشان میدهد به بیان دیگه اون روسویی های تعمیم یافته یه مقدار از دیدگاه خودشون عقب نشینی کردن یعنی اینجوری هم نیست که دنیا همش گل و بلبل بوده بعد تا بشر مدرن اومده استعمارگرا اومدن یه دفعه اینا رو خشن کردن و به خشونت تهیجشون کردن اینگونه نبوده ولی در هر حال این جریان پررنگه و این جریان پررنگ سومین قسمتش هم که خدمتون گفتم در واقع اون کواسی روسوی ها اون نوع یک باز تجدید نظر شده هستند که اگر برگردم اسمش رو ببینید شپ روسویی یا کواسی روسو این اصطلاحی است که آزرگات به اینا داده اینا میگن که خب بشر اولیه قبل از مالکیت خصوصی قتل توش بوده هم نورو رو میکشته ولی جنگ سازمان یافته توش خیلی کم بود. تا یه حدی خشونت رو میپذیرند ولی میگن خشونت بین آشناها بوده بین زن و شوهر بوده بین خیشاوندان بوده یه دفعه عصبانی میشدن خب به همدیگه حمله میکردن ولی به صورت سازماندهی شده به صورت حاکمیتی به صورت خیلی منسجم وجود نداشته چون بالاخره یه جسدهایی پیدا میشن که این رو نشون میدن خب تا اینجای کار دو دیدگاه رو شناختید بیایم ببینیم چه شواهدی به نفع هر کدام از این دیدگاه ها وجود داره طبیعی است که تورچین متمایل به جریان توماس هابز هست و شواهد رو بیشتر به اون سو میکشونه مثلا یکی از چیزهایی که ازش نام برده خیلی مشهوره کن من کن من یک میشه گفت فسیل یا یک جنازه هست که حدود 9000 سال پیش در آمریکای شمالی کشف میشه اینم خدمتتون بگم که آمریکای شمالی و استرالیا بسیار اهمیت داره چون قبل از رسیدن انسان سفید و در واقع انسان به ظاهر مدرنتر یا شهرنشین اینا به صورت‌های قبل از کشاورزی بودن به صورت عمده یعنی قسمت های زیادی از اینها چه به صورت اون اسکیموها اینویت ها چه به صورت دسته های سرگردان ها که ما بهشون میگیم سرخپوست و یا بوشمن هایی که توی استرالیا هستن نه بوشمن های آفریقایی اینا کشاورزی نداشتن شهرنشینی نداشتن مالکیت نداشتن به همین دلیل این یکی از اون هایی که توش خیلی رو اون زوم میکنن روی اون تمرکز میکنن که میگن خب ببین قبل از اینکه مدرنیسم اونجا بره قبل از اینکه دولت شهر شکل بگیره اینا توشون خوشونت بوده یا نه و به طرز وسواس گونه ای یه عده جمع شدن دارن سر این قضیه مناظره میکنن مشاجره میکنن مثلا کنویکمن 9000 سال پیش کشف شده بود 9000 سال پیش بوده عزم میخوام 1996 کشف شد خب چیز جالب کنویکمن اینه که وقتی جنازه رو بررسی کردن این جسد رو بررسی کردن دیدن جای تیر توی کمر و بدنش هست یعنی با تیر کشته شده پس هزار سال پیش می زدن با تیر همدیگر رو میکشتند حالا یه مورد که دلیل نمیشه ولی در حال این یکی از اون چیزاییه که خیلی معروف شده این کنویک مک من هم اگر بخواید بدونید داستانش چی میشه داستانش اینه که بر اساس قانونی که در آمریکا هست که ادعا میکنه هر چیزی قبل از اومدن کریستوف کلم و انسان غربی به در واقع آمریکا بوده اگر چیزی بوده تعلق به سرخپوستا داره این جسد هم اشاره کردند که این مال ماست و شما نمیتونید این رو تو موزه نگه دارید اون گروه های سرخپوستی این رو گرفتن و بردن دفنش کردن یعنی این رو از موزه خارج کردن و یکی از چیزایی بود که مدتی تو موزه بود و خیلی نگاه میکردن 9000 سال پیش خیلی نسبتا خوب مونده بود کتابی هست که باز تورچین به اون اشاره میکنه نوشته لارنس کیلی, کیلی که War Before Civilization جنگ قبل از تمدن The Myth of the افسانه در واقع وحشی صلح دوست یا آرام چون اون اصطلاحی بود که نوبل ساویج جان جاک روسو به کار برده بود که اون ساویج ها که ما بهشون میگیم وحشی ها اونایی که تمدن ندارن اونایی که مدرن نیستن اونا خیلی هم آدمای ملایمی بودن پیسفل بودن سول دوست بودن و این میگه که اینجوری نیست لارنس کیلی اشاره که میکنه اینه که تمدن ها قبل در واقع بشر و هوموساپینس قبل از شکلگیری تمدن مدرنی که از حدود پن... تمدن مدرن که چه ارز کنم حتی تمدن پنج هزار سال پیش قبل از اون هم بسیار خشن بوده یا یک طرفدار جدی انکار در واقع دیدگاه روسو میشه گفت که از مخالفین دیدگاه روسو آزرگات هست آزرگات در دانشگاه آکسفورد درس خونده رشتش علوم سیاسی هست ولی کتاب های بسیار جالبی داره جز کتاب ها شخصیت هایی هست که دوست دارم کتاب های رو ازش معرفی کنم کتاب هاش بسیار خواندنی هست و بسیار توصیه می کنم یک مقاله داره Providing Communal Warfare Among Hunter Gatherers در واقع اون جنگ افزارهای عمومی در میان اون شکارچیان اولیه که به خطای کواسی روسو میپردازه و اشاره میکنه که دیدگاه روسو دچار اشکالات جدی است این جزء مقالاتی هست که تورچین خیلی به اون استناد کرده برای اینکه بخوایم با آزرگات بیشتر آشنا بشیم او نویسنده کتاب بسیار خواندنی هست که جزء اون لیستیه که من بسیار توصیه میکنم 2017 هست این بعد از کتاب فوق جامعه تورچین چاپ شده و همین دلیل مورد استناد قرار نگرفته ولی مقالش که مال 2015 هست خیلی مورد استناد قرار گرفته این مقاله که شما در اسلاید 33 سی سی میبینید این مقاله تا حدی خلاصه این کتابشه پس دوستانی که میخوان با دیدگاه های آزرگات آشنا بشن توصیه میکنم لااقل این مقاله رو بخونن اگر فرصت ندارن این کتاب جامعه رو بخونن The Causes of War and Spread of Peace در واقع علت جنگ و گسترش صلح. آزرگات یک همپیمان بسیار قوی استیون پینکره و حتی اینگونه گفته میشه که او بازوی تاریخ و انسانشناس و علوم سیاسی استیون پینکر است چون استیون پینکر تخصصش روانشناسیه ولی این قسمت تاریخ رو اون به نوعی تکمیل میکنه و به نوشته های پینکر بسیار سهم میگذاره تو کتابش نگاه کنید عکس جالبی داره این رو من از کتاب در واقع The Causes of War and Spread of Peace براتون استخراج کردم مثلا در گینه نو میبینید که میگه خب ببین این دیگه جنگه البته گفتم کواسی روسویی ها و همچنین اون اکستندد روسویی ها روسویی های تعمیم یافته میگن بله تو این قبایل جنگ هست ولی از زمانی شکل گرفته که پای بشر مدرن به اینا باز شده و همجوار شدن با اونا اون تاثیر گذاشته روی این و اینی که شما میبینید قبوله یا مثلا عکسی از آمازون داره قبایل آمازون آمازونیا میگه دیگه از این شما جنگجوتر و خشنتر شما چیزی میتونی ببینی ولی باز روسویی های تعمیم یافته میگن خب به دلیل همجواری اینا با انسان شهرنشین و مالکیت خصوصی هست خب در اون مقالش چی میگه که تورچین به اون میپردازه آزرگات تو مقالش میگه ببینید توی گروه های بومی استرالیا شواهد خیلی زیادی هست چون این بومی ها دسته های در واقع استرالیایی تقریبا وقتی انسان معاصر به اونجا میرسه هنوز اینا دولت نداشتن، حاکمیت نداشتن، کشاورزی منسجم نداشتن و به صورت همون شکارچیان و جمعآوری کنندگان اولیه زندگی میکردن. ولی میگه شواهد نشون میده بسیار اینا جنگنده بودن، بسیار میجنگیدن، سپر، بومرنگ، نیزه خیلی پیدا شده که مربوط به چند هزار سال پیشه و طبعا وقتی شما سپر داری، نیزه داری، همه اینا برای کشتن حیوانات نیست. بومیایی که اونجا هستن پنجاه هزار سال پیش اونجا وارد شدن در صورتی که اروپایی ها هشت وارد شدن و به وفور اون جسد ها و همچنین وسایل جنگ افزاری که از اینا به جا مونده نشون میده اینا خیلی جنگجو بودن و خیلی هم همدیگه رو میکشتن چون میدونی از دو راه به این پی میبرند یا سه راه که تورچین هم به اون اشاره داره یک جنگ افزارها هست خب جنگ افزارا یه ذره دو پهلوه مثلا ممکنه شما بگید نیزه برای زدن شکار هست نه برای زدن همنو ولی سپر رو چجور توضیح میدی؟ زره رو چجور توضیح میدی؟ این برای این بوده که مثلا اون شکار به شما حمله نکنه؟ خب سپر به چه دردت میخورده اینجور جایی؟ بس یک اینه دو داشتن برج و بارو و حفاظ اطراف محلهاشون هست که اونایی که مستقر بودن یه جا موندن اینا بالاخره یه برج و باروی می ساختن برای اینکه پس نشون میده به همدیگه حمله میکردن و سه که از همه متقنتره اون جسدها فسیلها و جنازه هاست که جای تیر روش هست جای ضربه هست جای کشته شدن هست یا به ویلیام باکلی اشاره میکنه آزرگات ویلیام باکلی هم داستان جالبی داره خدمتون گفتم که اروپایا 1788 وارد استرالیا میشن و تمدن که چه ارز کنم گروه هایی رو میبینند که اینها شهرنشینی ندارن کشاورزی ندارن به نوعی فقط شکارچی هستند ولی مدعی هستند که وقتی ما رسیدیم اینجا به قول معروف اینا هم همدیگر رو میکشتن تقصیر ما نیست اونگونه که ترایبل زونی ها میگن که این اومدن استعمارگران باعث شد اینا خشن بشن یکی از شواهد عمده نوشته های ویلیام باکلی هست که آزرگات به صورت مبسوط به اون اشاره داره ویلیام باکلی چی بود؟ ویلیام باکلی یک مجرمی بود که میدونید که انگلستان مجرمین خودش خرافکاران رو میفرستاد به استرالیا به عنوان در واقع مجازات یا تبعید و در واقع میشه گفت اجداد اونایی که تو استرالیا هستند همونایی هستن که به جرم به جرم های مختلف اعزام شدن به استرالیا و بعضیا که میخوان یه به نوعی نظریه ژنتیکی رفتار رو به تمسخر بگیرن حالا این خیلی حرف علمی نیست چون بعدا گروه های دیگه هم اومدن میگن الان استرالیا یکی از کشورهایی که جرم توش خیلی کمه قتل و تجاوز توش پایینه ولی جد اینا لاقل دو سال پیش افرادی بودن که به این جرم جدا شده بودن و انتخاب شده بودن و فرستاده شده بودن به اونجا پس اگر داستان اونقدر ژنتیکیه و شما به اصلاح نژاد معتقدی الان استرالیا باید خشنترین جای روی زمین می بود در صورتی که این گونه نیست خب او رو میفرستن به استرالیا به عنوان اتهام به عنوان اینکه تبدیلش رو بگذرونه 1803 و تا میرسه اونجا فرار میکنه و میره و با این بومیا زندگی میکنه 32 سال در میان بومیا زندگی میکنه تا بعدا بهش اف میخوره نمیدونم چی میشه برمیگرده میاد و خاطراتش رو مینویسه تو خاطراتش مملو هست از اینی که خب با این بومی ها دیگه آشنا شده بوده دوست شده بوده و زمانی اینا رو دیده بوده که هیچ انسان غربی انسان میشه گفت از تمدن دیگه اومده با اینا تماس نداشته میگه در بیان اینها قتل به وفور بود دسته های 50 نفری 60 نفری تشکیل میدادن به اون منطقه همسایه حمله میکردن میزدن مردا رو می به زنان تجاوز میکردند. پس در واقع نشون میده بشر اولیه اون گونه ای که طرفداران ژان ژاک معتقدن همچین ملایم نبوده ذات بشر ژنتیکش سرشتش طبیعتش خشنه و این حرفی است که تورچین باز تاکید میکنه آزرگات تو مقاله خودش چند تا عدد میده که قابل تعمل هست فکر کنم من چند دقیقه دیگه صحبت کنم بعد بحث رو متوقف کنم چون فکر کنم تو یه بخش نتونم کتاب تورچین رو برای شما کامل توضیح بدم و این در کتاب تورچین هم بهش استناد شده میگه در جمعیت شامپانزه ها قتل تقریبا اینجوریه مرگ بر اثر خشونت مرگ بر اثر خشونت بین فردی در 100 هزار در ساله خب اینا دسته های صد هزار نفری ندارن دیگه حالا ولی فرض کن اگر جمعیت اینا صد هزار نفر بود دیویست و هفتاد و در سال توسط هم نوعشون کشته میشد. در جمعیت بومیان اونایی که شکارچی جمع وری کننده هستند یعنی هنوز کشاورزی نمی کنن، شهرنشینی ندارن مالکیت خصوصی به صورت از ده هزار سال پیشش رو ندارن این رقم 164 درصد هزار حالا سر همین عددم هم کلی نظریه هست چون اگر شما اون کتاب تناقض خوبی ریچارد رنگ هام رو خونده باشید که خدمتون معرفی کردم صحبتش بر سر این بود که حتی بشر اولیه از شامپانزه ها خیلی خیلی ملایم تر بوده و حالا دیدگاه او رو در فرصت دیگه خدمتون شاید بازم به بحث بگذارم ولی شما میبینید یه کاهش داریم و حتی آزرگات اشاره میکنه که شیوع قتل در بشمنها همونایی که میگفتن انسانهای خیلی ملایمی و در واقع میشه گفت الهام بخش جنبش های دانشجویی دهه 60 بود حدود چهار برابر و در اینویت ها همون گروهی که جین بریکس میگفت هیچ وقت خشمگین نمیبینیشون ده برابر رقم فعلی کشور آمریکاست خیلیه پس نشون میده خیلی از اون افرادی که آرزوی جامعه ای مثل اسکیمو داشتند یا بوشمن داشتند که خوش اون دوره بشر خشونت به خرج نمیداده همدیگر رو نمیکشته حدود چهار تا ده برابر بوده این هم خدمتتون بگم که اگر این اعداد رو میخواین نگاه کنید جامعه آمریکا تقریبا پنج درصد هزار در ساله و به سمت کشورهای اسکاندیناوی که میریم نیم درصد هزار در سال هست یعنی به ازای هر ست هزار نفرشون نیم نفر یا یک میلیون نفرشون پنج نفر توسط هم نوع در سال کشته میشه حالا این همنو میخواد حاکمیتی باشه که اکثرا حاکمیتی نیست چون اینا مجازات اعدام ندارند خب جنگم اگر نکنند تو جنگم کشته نمیشن دیگه میمونه موارد قتل خب این سوال هست که این مسئله چگونه توضیح داده میشه میگم کواسی روسویا میگن خب قبول آره آره قتل توشون زیاد بوده ولی جنگ نبوده یا سازماندهی شده نبوده قبل از اینکه مپستم کنم یه مقاله دیگه که باز تورچین به اون اشاره میکنه من اصل مقاله رو استخراج کردم خدمتتون The Bow and Arrow in Northern North America گفتم چند جا هست که خیلی بحث انگیزه یکی استرالیاست یکی اون اسکیموها یا اینویت هاست و آمریکای شمالی که باز مشاهده کردن که آره آمریکایی ها مثلا این مقاله خیلی قشنگ این رو باز میکنن مقاله جالبیه شما حتی مقاله رو میخونید میمونید میدونید آدم یه لحظه میره این ور میگه نه اینا دارن از دید یک انسان غربی به نوعی شاید برتری طلب به مسئله نگاه میکنن بعد یه لحظه میری این ور میخوایی روسوی نگاه کن راستشو بخواین آدم این سوال براش میمونه ای کاش یک ماشین زمان بود میتونستیم بریم عقب و چند روز این اینویت ها رو نگاه کنیم ببینیم خب قبل از اینی که اصلا با این تمدن معاصرین آشنا بشن چقدر اینا پرخاشگر بودن سر چی پرخاشگری میکردن نمیدونیم ولی جواب این سوال بسیار تاثیرگذار هست از جهتی که ما انتخاب خواهیم کرد حالا این مقاله چی میگه مثلا مقاله اومده قشنگ ابزارهای جنگی در واقع اون ساکنان آمریکای شمالی به نوعی در واقع همون رو بررسی کرده مثلا یه ابزار اصلی که اینا داشتن اطلاتل هست که شما عکسش رو در اسلاید 43 میبینید اطلاتل نیزه رو میذاشتن توی یک چوب مانند این شکلی میزدن و این نیزه پرتاب میشده و برد نسبتا زیادی هم داشته میگن از این برای شکار پستانداران دریایی استفاده میکردن یعنی پس این شیر دریایی و فوک و اینا رو با این میزدن توی قایق میشستن میزدن و کاریبو رو که این در واقع گوزن آمریکای شمالی هست با تیر و کمان میزدن حالا اینو از کجا در آوردین شما خب دیگه اینو باز انسان ها رفتن مثلا دیدن جسد فوکا همش آتلاتل توشه ولی کاریبوها تیر و کمان توشه و بعد اومدن اون انسان رو قبل از اومدن انسان سفید یا انسان در واقع مغربی غربی بررسی کردن اولا دیدن که این لباس های اینا بوده و خیلی از اینا این پوشش رو داشتند مثلا شما در اسلاید 45 میبینی هم زره دارند البته زره از الیاف تشکیل شده فلزی نیست و سپر چوبی دارند خب زره و سپر چوبی برای جنگیدن با حیوانات نیست پس با هم دیگه می جنگید. یا توی قبایلی که اصلا کاریبو توشون نبوده یعنی این گوزنه منطقه‌ای بوده که کاریبو نداشته باز همشون کمان داشتن و هیچ وقت کمان رو برای زدن فوک دریایی استفاده نمیکردن چرا چون میگه تو قایق نمیتونستن باید با یه دست پارو رو میگرفتن و با یه دست دیگه با آتلاتل می میکردن برای اون حیوان در حالی که این دوتا دستش رو لازم داشته و تعادل اون کانو به هم میخورده و میافتاده هیچ موردی نیست که حیوان دریایی رو با تیرکمون زده باشن پستاندار دریایی رو پس تیرکمانی که همراه اینا بوده برای جنگیدن با همدیگه بود یا تعداد زیادی جواقع جسد پیدا میشه که مربوط به چند هزار سال پیش هست مثل همون کنویکمن که شما ببینید تیر در اونا وجود داره یعنی هم نوع هم دیگر رو زدن یا تیرهای استخانی دنداندار که اینا بیشتر برای سوراخ کردن زره بوده نه برای کشتن حیوانات و میخواستن که در واقع زره رو پاره کنن و بتونن هم نوع خودشون رو بکشن یا یک مقاله ای که در واقع نه این مقاله ولی به این مسئله باز تورچین اشاره کرده منطقه است در جنوب مصر و شمال سودان به نام جبل صحابا جبل صحابا یک قبرستانه که مربوط به سیزده هزار سال پیشه جبل صحابا شما در اسلاید 49 محلش رو میبینید تقریبا پایین نیل هست یا در واقع درستتر بگیم بالای نیل هست چون نیل رو اونوری میگن نیل بالا در جنوب آفریقا است نیل پایین میشه مدیترانه و وقتی شما نگاه میکنید این قبرستان جبل صحابه هست که تعداد زیادی جسد توی اون وجود داشته و ترچین به این اشاره میکنه توی این شک وجود داشته که آیا ادعایی که ترچین به اون استناد میکنه درست است یا نه که این مقاله که شما در اینجا میبینید در نیچر هم چاپ شده یک ژورنال معتبر هست 2021 سه میگذاره بر این قضیه و داستان اینه که این جنازه های جبل صحابا رو که شما در اسلاید 49 میبینید اینا کنار هم دفن شدن رو میان آنالیز میکنند و آنالیز مبسوط اون رو شما در اسلاید شماره 50 میبینید تقریبا یه چیزی حدود 70 درصد جنازه ها زخمی داشتن که توسط انسان ایجاد شده رقم زیادی است یعنی شما در نظر بگیرید یعنی 70 درصد انسانی که 13 هزار سال پیش زندگی میکرده توسط هم نوع خودش آسیب دیده حالا یا آسیب مرگبار یا آسیب غیر مرگبار مثلا استخوان دستش شکسته روی سرش جای ضربه با سنگ هست یا فرض کنید کمرش آسیب دیده حتی درصد زیادی از اینها پی آی دارند حدود 60 درصد PIM چیه؟ Projectile Impact Mark یعنی نشان ضربه پرتابه یعنی یا نیزه خورده یا تیر خورده تیر و کمان 60 درصد خیلیه مگر اینکه شما اینجوری فکر کنید که این محلی بوده که جنگجوها رو دفن میکردن بقیه یه بشر مثلا اینو نداشته ولی خودش اینی که این همه جنگجوی جا جمع شدن و دفن کردن نشون میده که جنگی تو 13 هزار سال پیش بوده و بدونید 13 هزار سال پیش هنوز کشاورزی نبوده یعنی اینها شکارچیان اولیه بودند که حرکت میکردند تقریبا مثل بوشمن ها و دنبال شکار میرفتند و یا اینی که آزوقه و مایحتاج خودشون رو جمعآوری می میکردند هانتر Gatherer بودند جمعآوری کننده بودند پس این نشانهایی که توی اون ژورنال هم از شما نگاه کنید مثلا جمجمه ها ببینید جاهایی هست که قشنگ معلوم ضربه یه چیزی مثل سنگ یا تبر هست که هم نو زده یا این یکی رو نگاه کنید مثلا معلوم چند تا ضربه زدن به هم دیگه و این پر هست خب تا اینجای کار اجازه بدید یه وقفه بندازم دیدگاه هایی بود که تورچین به آنها خیلی استناد کرده بود و حرف اولش اینه یه بخش اولش اینه که بشر به صورت ذاتی و اولیه خیلی خشن بوده خشونتبار بوده ولی سوال اینه که چگونه این بشر خشن تونسته دسته های بزرگ تشکیل بده به نوعی باید غلبه کنه به این خشونت طلبیش به نوعی بتونه اون تکانه خشونت طلبی خودش رو کنترل کنه مکانیزم آن چه بوده و چگونه بشر توانسته است غلبه کنه بر اون ذات شرور خودش البته اگر شما یک روسویی باشید و اعتقاد داشته باشین که نه این گونه نیست این سوال رو نیاز نداره جواب بدید چون اونا برعکس میگن میگن نه خیلی،, خیلی هم سلطلب بوده خیلی هم همکاری کننده بوده خیلی هم نودوس بوده بعدا به دلیل شکلگیری حاکمیت ها و دولت شهرها و در واقع مالکیت خصوصی و کشاورزی و بعد به طریق اولا امپراتوری ها به خصوص امپراتوری های غربی و استعمارگران این خشونت به تدریج تو افراد افزایش پیدا کرده شاید سمبل اون جریان که اون هم تأثیر گذار هست مارگریت میت هست اجازه بدید اینجا متوقف کنیم بقیهش رو در جلسه بعد خدمتتون ادامه میدیم